سرخط خبرهای امشب سیاف خداوند انتقام برخوردهای وحشیانه با مردم بیدفاع پنجشیر، بغلان و تخار را میگیرد. یک دختر 15 ساله در بامیان خودش را حلق‌آویز کرد. وزیر خارجه روسیه در واکنش به جنگ پنجشیر، دولت ملی با مشارکت قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان ایجاد گردد. سه رویداد شوکندهنده امشب که تازه به دست ما رسید. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی آماج نیوز. عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی، در واکنش به کشتار اخیر غیر نظامیان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان و تخار از سوی طالبان گفته است که خداوند انتقام برخوردهای وحشیانه با مردم بی‌دفاع را می‌گیرد. آقای سیاف بدون نام بردن از طالبان برخوردهای طالبان را محکوم کرده است. او در پیام نوشته است: محاکمه های صحرایی و برخورد های وحشیانه که با مردم در ولایت های بغلان و پنجشیر و تخار و بعض مناطق دیگر کشور صورت گرفته و فعلا هم ادامه دارد، هیچ نوع توجیه و مبرر اسلامی و انسانی و افغانی ندارد. عبدالرب رسول سیاف از مخالفان جدی طالبان در چند دهه اخیر بوده است. او حمله های انتحاری و جنگ طالبان را حرام می خواند. این در حالی است که کشتار غیر نظامیان و لشکرکشی طالبان از جنوب به شمال با واکنش جهانی و داخلی گسترده روبرو شده است. آگاهان این وضعیت را سرآغاز جنگ قومی و داخلی در کشور میپندارند. یک دختر 15 ساله در بامیان خودش را حلق‌آویز کرد. فرماندهی امنیت طالبان در ولایت بامیان میگویند که یک دختر نوجوان 15 ساله در ولسوالی ورس این ولایت خودکشی کرده است. فرماندهی امنیت طالبان در این ولایت در اعلامیه گفته است که رویداد فوق در روستای خاکبابه رخ داده و این دختر شکیلا نام داشت که خودش را در آشپزخانه حلق‌آویز کرده است. تا کنون انگیزه این خودکشی مشخص نشده است. جسد این دختر به طب عدلی در مرکز بامیان فرستاده شده و تیم بررسی طالبان نیز به ساحه رفتند. پیش از این حدود یک ماه قبل نیز یک دختر جوان، دانش آموز مکتب در ولسوالی ورس ولایت بامیان، خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده بود. هرچند مشخص نیست که این دختران به چی دلیل خودکشی کردند، اما پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور هشدار دادند. وزیر خارجه روسیه در واکنش به جنگ پنجشیر، دولت ملی با مشارکت قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان ایجاد گردد. وزیر خارجه روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در یک نشست خبری به پرسش مرتبط به درگیری‌های اخیر طالبان با نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر پاسخ داد و طالبان را به گفتگوی ملی فرا خواند و گفت که دولت ملی با مشارکت قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان ایجاد گردد. سرگی لاوروف در این نشست خبری گفت که افغانستان باید بازسازی شود و بحران این کشور از طریق گفتگوی ملی حل شود. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: اکنون جامعه جهانی باید به بسیج بشردوستانه و سایر کمک‌ها برای افغانستان و مردم این کشور توجه بیشتر داشته باشد. بار اصلی هزینه بازسازی افغانستان بر دوش آمریکایی‌ها و متحدانش است که 20 سال است کار جز حفظ حضور نظامی خود در این منطقه انجام ندادن. او افزود: طالبان ادعا میکنند که ازبک‌ها، تاجک‌ها، هزاره‌ها و دیگران را در دولت سهم دادن، اما در واقع کسانی که طالبان به آنها اشاره میکنند از خود طالبان هستند و مشارکت سیاسی وجود ندارد. تمام نمایندگانی که در اداره طالبان مشارکت دارند از نظر سیاسی طالبان. لاوروف گفت: ما از متحدان خود در تاجیکستان که نفوذ جدی بر افغانستان به ویژه در شمال کشور دارند، انتظار داریم که به ما در دستیابی به اهداف مشترکمان کمک کنند. این در حالی است که ولایت پنجشیر، ولسوالی‌های اندراب‌های بغلان و ولسوالی ورسج ولایت تخار گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان است. از سوی هم گزارش‌های از نقض گسترده حقوق بشری غیر نظامیان در این ولایت‌ها منتشر شده است. فعالان حقوق بشر و نهادهای خارجی گفتند که طالبان در این ولایت‌ها مرتکب جنایات جنگی شدند.
منابع طالبان در پنجشیر با استفاده از بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی و بازداشت میکنند. گزارش از سایت رسمی افغانستان انترنشنال. منابع محلی میگویند که صبح امروز شنبه 24 سور طالبان یک است بازرسی را در منطقه دالانسنگ پنجشیر ایجاد کردند و با استفاده از دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی میکنند. با گفته منابع طالبان با استفاده از بایومتریک دست کم 15 نفر را شناسایی و بازداشت کردند. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. یک باشنده پنجشیر در تماس با افغانستان انترنشنال گفت که طالبان پس از انگشت نگاری برای او اجازه داخل شدن به پنجشیر را دادند، اما مسافر یک موتر را پس از بایومتریک با خود بردند. در ماه‌های اخیر دیدبان حقوق بشر در گزارش تحقیقی اعلام کرد که دستگاه‌های بایومتریک که حکومت‌های کمک کننده غربی در ماه اگست 2021 در افغانستان به جا گذاشتند، جان هزاران افغان را در معرض خطر قرار داده است. این دستگاه‌ها که حاوی اطلاعات حساسی در مورد کارمندان دولت پیشین است، اکنون به دست طالبان افتاده است. ولایت پنجشیر در هفته‌های گذشته گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان بود. دستگاه های انگشت نگاری می تواند هویت، مقدار معاش و هم اطلاعات شخصی افراد را فاش کند. طالبان و باشندگان تگاب ایمن ولسوالی ورسج: اگر تا 5 روز گوش نکنید بمبارانتان می کنیم. درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در هفته‌های پسین در برخی ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور افزایش یافته است. طالبان در اندراب‌ها و ولسوالی‌های خوست، بغلان، ورسج تخار و دره پنجشیر از هوا و زمین عملیات کردند که در آن تا کنون ده‌ها تن کشته و صدها خانواده به کوه‌ها متواری شدند. در تازه‌ترین مورد، گزارش‌های از مردم محل در دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته که در آن فرماندهان طالبان به باشندگان تگاب ایمند دره قندز ولسوالی ورسج تخار 5 روز مهلت دادند که تا ساحه را ترک کنند. در غیر آن، از سوی طالبان مورد بمباران هوایی قرار خواهند گرفت. پیش از این نیز گزارش شده بود که طالبان در این منطقه 6 تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. از این میان هویت 2 دهقان و 1 معلم افشا شده است و از هویت 3 تن دیگر تا کنون اطلاعی در دست نیست. شمار از باشندگان ایمند ولسوالی ورسج در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که از چند روز به این سو طالبان به فرماندهی ملا جانو قماندان قول اردوی طالبان در شمال شرق با 700 نفر به تگاب یمن آمده است. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.